سلام و شبتان بخیر. در چنین روزهایی بود که آخرین سرباز آمریکایی در نیمه های شب تاریک از افغانستان بیرون شد. آیا افغانستان با شبهای تاریک و روزهای دشوار خود ودا گفته یا نه؟ جهان در یک سال در کنار مصروف بودن در جنگ اوکراین و بحرانهای دیگر، مصروف هشدار از بحران بشری، تهدیدات امنیتی، پیامهای سیاسی و اعلامیه‌های تند حقوق بشری برای افغانستان بود. چرا افغانستان در یک سال از انزوای بین المللی بیرون نشد؟ جهان مقصر است یا امارت اسلامی؟ سیاست اصلی امارت اسلامی در برابر جهان چیست؟ مهمتر، برای باز شدن دروازه تعامل کدام طرف صادق نیست؟ جهان یا امارت اسلامی؟ ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، مهمان این گفتگوی ویژه ما هستند. آقای مجاهد، به طول و نیز خوش آمدین. سلام بر شما. تشکر، سلامت باشین. به شما و همه بیننده های شما هم سلام های خود تقدیم میکنم. آقای مجاهد، دو موقف رسمی داشتین، سخنگوی امارت اسلامی که بر فعلا هستین و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ. بر کناری شما از معینیت سوال برانگیز شده، چرا؟ بسم الله الرحمن الرحیم، حمید و مصلی نما بعد. بله، ما از ابتدا حتی در وقت جهاد هم همچین بود که ما دو وظیفه را پیش می بردم، هم ریاست کمیسیون فرهنگی بود و هم وظیفه سخنگویی بود. در وقت هم به بزرگاه شکایت ما بود که هر کدام از این برای خود جدا کس می خواهی و مسئولیت ها و کارهایشان زیاد است، رسیدگی صورت نمی گیره، باید جدا جدا کسی داشته باشند. خب به هر صورت تو گذشت با همو ماندگی هایی که تیر شد و سرگردانی ها، بعد از تعینات در وزارت خانه هم مرا من حیث معین وزارت اطلاعات فرهنگ هم تعیین کردن لطفشان بود و من حیث سخنگوی هم ایفای وظیفه میکردیم که اردو گیرنگی میکرد. واقعا هم نمیتونستم که از عهده اردو یک جای برای باز پیشنهادی من همی بود که اگر لطف کنن کاری مرا یکی بسازن، من بتانم رسیدگی به کارهای میکنم. پس به اساس یک مشوره بوده تا اینجای کار؟ خواست خودم بود و و واکنش ها بیشتر شده. در یک سال نگاه میکنیم نیاز است که رسیدگی شوه و شما بیشتر در قسمت این که پاسخ بتین با رسانه ها باشین. بسیار خوب، چرا مدل حکومتداری و نوع نظام شما تعریف نشده؟ مردم و دنیا نمیدانند با چه نوع حکومتداری روبرو هستند. ببینین، در دنیا حکومت های مختلف روی کار هست. نمیشه در تمام دنیا یک مدل از حکومت داری باشه و او حکومت بکنه. ما شما اگر دنیا رو مطالعه بکنیم، در غرب یک مدل است، با در هر کشوری از اروپا یک مدل جداگانه میبینیم، در کشورهای عربی مدل های مختلف دیگر رو داریم، در آسیا مدل های دیگر رو داریم. ضرور نیست که در تمام دنیا یک مدل باشه. هر کس من حیث یک کشور مستقل و ملت مستقل حق داره تصمیم بگیره با نوعیت حکومت خود. و مدلی که شما دارین استثنایی است؟ طبیعی است، شاید مثال زیاد نداشته باشه، ولی مدل حکومت اسلامی یا امارت اسلامی است که البته کمی و کاستی هنوز داره که تکمیل نشده. بخشای شورا و بخشای دیگرش هنوز مانده که تکمیل شوه. انشاءالله مدل بهتر برای حکومت کردن و تلاش هم نمیکنین که الگو برداری کنین از کدام کشور؟ نیاز به الگو برداری نیست، چون ملت ما و منافع اولیای کشور ما نیاز به این داره که یک حکومت و نظام متمرکز مرکزی که قوی باشه، با ثبات باشه، بتانه اختلافاتی که در قبلا وجود داشت یا زدبندهایی که وجود داشت او را از میان برداره و یک ملت واحد بسازه. نیاز به همچون یک قاطعیت و نظام واحد هست. آقای مجاهد، یک سال گذشت، هنوزم حکومت شما سرپرست است، چه زمانی عبور میکنین؟ بله، به این مورد باید بگم که چیزی که بسیار مهم است برای ما این است که اول امنیت کلی تامین شود و ملت ما با هم جمع شوند. بعد کمی و کاستی که در تشکیلات نظام هنوز هم وجود داره ای گرفته شود. طبعا منتظر امنیت هستین؟ امنیت تامین نشده؟ چون هر روز سخنگویان امارت اسلامی شما خودتان میگین که امنیت در افغانستان تامین است. بله، یکی امنیت است که امنیت فیزیکی هست. بله، ولی بعضی تشویش ها هم وجود داره که امنیت روانی گفته میشه باید و هم تامین شه. یعنی افغانایی که بیرون هستن تلاش شو و بیان، همچنان تشویشی که از حالت در افغانستان وجود داره و افغانایی که از افغانستان بیرون شدن
باید رفع شود و مردم افغانستان با هم جمع شوند تا بتوانیم که من از یک ملت واحد مشکلات را با از میان برداریم. و سرپرست میمانه یک سال دو سال؟ طبعا سرپرستی مهم نیست، مهم است که کار میکنه. نظام یعنی خدمت مردم هست، که نامش هنوز سرپرست است یا نیست گپ جداگانه است و تاثیرگذار بر کارها نیست، چقدر که ما میدانیم امارات اسلامی افغانستان. اما انتقادها به شما وارد است که باید از این مرحله بگذریم؟ بله، انتقادها را یک انتقاد نیست نه دو است. طبعا دنیا با ما مشکلات خود داره، بعضی کشورها دارن که انتقادات بعضیشان معقول و بعضیشان معقول و منطقی نیست. بر صورت ما باید من منافع مردم خود محاول منافع مردم خود کار بکنم که نظام قوی مرکزی ساخته شد. آقای مجاهد، تصمیم اصلی سیاست در کجا گرفته میشه؟ در قندهار یا در کابل؟ تصمیم در امارات اسلامی افغانستان شکل شورایی خود را داره. هیچ کس هم به تنهایی تصمیم گرفته نمیتونه، نه در کابل نه در قندهار. اگر جمع شوند باز تصمیم گرفته میشه. به این معنی است که امارات اسلامی افغانستان هرچی به شورا میده و به مشوره میده. یعنی در قندهار بیشترین تصمیم گرفته میشه یا در کابل؟ دوباره تصمیم گرفته شده در هر دو جا گرفته شده، در قندهار هم در کابل هم. ولی من بازم میگم که یک فرد نمیتونه تصمیم بگیره. تصمیم و حرف اول و آخر رهبر امارات اسلامی میزنه. طبعا رهبر برای خود صلاحیت های خود داره، ولی باز او هم تا حال را بدون مشوره شورا و نظریات تا کجا مشخص شده چارچوب صلاحیت های رهبر امارات اسلامی؟ بله مشخص است. در نظام اسلامی امیر مسلمان ها صلاحیت های خود داره و مشوره هم میکنه با مادون و محاول خود. اما تو شده در امارات اسلامی افغانستان مشوره هم جریان داره، باز تصمیم گرفته میشه. آقای مجاهد، چه فکر میکنید در دنیای امروز که دنیا به قول مکلوهان که حیثیت یک دهکده را داره، یا به اصطلاح عام دنیا امروز شبیه یک قریه است، خانواده های زیادی زندگی میکنن، یک خانواده است به نام افغانستان، چرا دوستان و دشمنانش او را به رسمیت نمیشناسه؟ شما میفهمید که 20 سال اکثریت همی کشورها در دنیا در آدمی قریه که زندگی میکنن علیه کشور تاختن، با این کشور بمباردمان کردن، کشتن، در زندان انداختن، قیودات وضع کردن، فشارا را اعمال کردن. اینا بسیار آسان نیست برشان که این حالت را برداشت کنن. ما به نظر من است که این حالت علتهای خود را داره. یعنی در بین که چرا به رسمیت شناخته نمیشیم یک حائل وجود داره و بعضی کشورهای مقتدر دنیا هست و نمیگذارن. این نیست که خدای نخواسته همسایه های ما نمیخواین یا کشورهای منطقه نمیخواین یا کشورهای دور و نزدیک نمیخواین، همه میخواین باید با ما تعامل رسمی دارن و با دیگه به رسمیت هم پرسش به می خاطر پرسیدم. چون در دور اولم سه تا کشور شما را به رسمیت شناخته بود و حالا که یک سال گذشته هیچ کشوری به رسمیت نشناختن، این سوال مطرح میشه که آیا به تقدیر امارت اسلامی به رسمیت شناخته شدن نوشته شده؟ نه، بعضی کشورها نمیخواین یا نمیگذارن یک حکومت الگوی اسلامی در یک جای از خطه زمین برقرار شد. تمام کشورها نمیگذارن یا مشخص است؟ نه مشخصن است، ولی با چند کشور آنها باز مقتدر هستند در تصامیم و بعضی کشورهای دیگر باز با آنها نزاکات های خود دارند که نمیتونن تصمیم تنهایی بگیرن. و کشورهای منطقه که در اطراف ما سونام جرأت نمیکنن بدون اجازه نزاکات های خود داره یا منافع خود داره. منظورتان آمریکاست؟ بله 100%. یعنی آمریکا نمیمونه که امارات نمیگذارن به رسمیت شناخته شود؟ تا به حال نگذاشته. بله مانع است این راست. اگر هیچ دلیل منطقی چرا چنین روی کردی رو آمریکا در پیش گرفت؟ به نظر من وعده جو شکست خوردن، بسیار زیاد مفتضح شدن و بسیار زیاد زیان دیدن، هم از لحاظ نیروی بشری و هم اقتصاد و هم اتوریته سیاسی و پتانسیل سیاسی خود از دست دادن. در این یک حالت شاید هنوز آمده نباشن با ما تعامل رسمی بکنن، ولی یک نیازمندی است بر دو جانب که باید به رسمیت شناخته شویم و آنها هم فایده میکنند، افغانستان هم و به خیر منطقه هم است. آقای مجاهد، امروز افغانستان با مشکلات زیادی روبرو است در بعد سیاسی، در بعد اقتصادی. شما هم آگاه هستین و رزگاهی تایید میکنین. تداوم وضعیت چه عواقبی داره؟ شما سنجیدین را؟ بله ما در حالت سنجش هستیم. ملت هایی که استقلال خود را حفظ میکنن، خود ارادت خود را حفظ میکنن، باید قربانی هم بدن تا یک حد.
هر کشوری که استقلال خود حفظ میکنه با قربانی میشه، بدون قربانی استقلال حفظ نمیشه. در مرحله ای که فعلا قرار داریم آقای مجاهد، حرفتان میگیرم، آیا کشورها تلاش میکنن، کشورهای قدرتمند گفتین که استقلالیت افغانستان زیر سوال ببرن؟ 100% از پیش اعمال فشارشان به خاطر زمین است که باید در کشور ما تصامیم خود بگیرن، آنها مداخله بکنن و عوض افغان ها آنها باز فیصله بکنن، مثل که در 20 سال گذشته کرده بودن. علت همین است که ما چنین چیزی را نمیپذیریم و آنها باز تا حال را آمادم نشدن با ما من حیث یک جهتی معادل خودشان تعامل بکنن. چه نوع نفوذی را میخواهند داشته باشند؟ تا او حدی که ما درک کرده ایم نفوذ خود را میخواهند در اوائل به حدی باشه که در بعضی از تصمیم گیری آنها نماینده خود حفظ کنند یا مداخله داشته باشند. بعدها این نفوذ شاید گسترده تر شود، خدای نکرده اگر اجازه داده شود، و پس استقلال ما را، آزادی ما را، خود ارادیت ما را زیر سوال ببرد. من حیث یک ملت هوشیار و متوجه باید ما سر استقلال زیاد فکر کنیم. چیزهای مادی و چیزهای اطرافش حل میشه. کشورهای زیادی بودن به رسمیت شناخته نشدن. چین یک مثال از بعد از اینکه انقلاب در چین برپا شد تا 20 چند سال نشد به رسمیت، 21 سال بود غالبا. در 49 آنها آزادی گرفتن، در 71 بر رسمیت شناخته شدن. و شما منتظر میمانید مثلا 21 سال؟ نه، به این یک معیار نیست، ولی این حالت را باید تحمل کرد. ملت هایی که آزادی خود دوست دارن، استقلال خود دوست دارن، خود ارادت خود دوست دارن، مادیت را به معنویت ترجیح نمیتن، آنها باید مشکلات تحمل کنند. بسیار خوب، روی جزئیات آقای مجاهد میایم. من یک پرسش دارم، چون خیلی ها در یک سال پرسیدن. آقای مجاهد، تمام رهبران امارت اسلامی با مردم معاشره باز دارن و مثلا شما آمدین اینجا با ما مصاحبه میکنین و خیلی از مقامات امارت اسلامی در تصویر ظاهر میشن، مردم با چهره ایشان آشنا هستن، اما رهبر امارت اسلامی چرا به ندرت ظاهر میشه اما چهرهش دیده نمیشه؟ بله، او خود ملاحظات خود خواهد داشت، ولی در بین مردم میره، در مجالس شرکت میکنه، نماینده های مردم هم میخواه با او صحبت میکنه، نماینده های اصناف هم میخواه با او صحبت های خود داره، با علما میشن صحبت های خود داره، در جلسات هم شرکت، مثلا در کابل مجمع کلان علما جمع شد دیدن، در قندهار چند روز قبل یک مجمع مردمی جمع شده بود، آمدن بیانیه دادن برشان. بر صورت چه ظاهر میشن صرف در روی کامرا نامده. بله، چه ملاحظه فکر میکنیم وجود داره؟ چون مردم افغانستان هم میخواین ببینن چهره ایشان و جهان هم میخواین ببینه که افغانستان و حق در اوجا نیست، شاید با این موافق تا حال نیست که چهره آنها در رسانه باشه، دیگر در جامعه هست، در جامعه هست و ای ادامه پیدا میکنن تا حدی که بعضی مشکلات ها وجود داره. شاید من به حیث یک افغان میخوایم ببینم، امکان داره؟ بله میتونیم، در حضور فیزیکی میتونیم. چطور اگر بخواین داره؟ اگر بخواین باز رفته میتونیم به دفترشون نوبت میگیریم، به ملاقاتشون میتونن آزاد بیان و مصاحبه هم میتونن با طول نیوز؟ ایره من نمیتونم بگویم که با مصاحبه ما آل حاضر هستن یا نه با طول نیوز، ولی شاید زمانی برسه که من با رسانه ها باید مواجه شوم و باید مصاحبه بتوان جواب بدم. بسیار زیاد تشکر. آقای مجاهد، من میدانم شما به صورت جدی رسانه ها را تعقیب میکنین. گفته های وجود داره که در بین رهبران امارت اسلامی وحدت نظر وجود نداره. مثلا کلانترین مثال ای است که رهبر امارت اسلامی گفت که قوانین ساخته بشر را کنار بگذارید و شریعت را تطبیق کنید، ولی ملا محمد یعقوب مجاهد به یک رسانه آمریکایی گفت که ایجاد یک قانون اساسی یک ضرورت است. فکر نمی کنید این اختلاف را نشان بده؟ نه، این برداشت درست نمیشه. گاهی وقت تفصیلات صحبت درست تر گرفته نمیشه یا اخذ درست نمیشه. هدف از او که امیر المومنین حفظه الله میگه که قوانین بشر ترجیح نتن، او در حالت است که او قوانین بشر در مقابل قوانین اسلامی قرار بگیره، یعنی در حالت تقابل. این من حیث ملت مسلمان و کسی که به خاطر قوانین اسلامی قربانی داده، اگر قوانین اسلامی با قانون ساخت دست بشر در تضاد قرار میگیره، بدون شک ما هم ترجیح میدیم قانون اسلامی عملی شود. پس قوانینی که منطقی هست و قوانینی که نیاز است به دست بشر ساخته میشه، مثلا قوانین فرعی است، قوانین ترانسپورت است، قوانین ترافیک است، قوانین بخش های دیگر از تکنولوژی و گپو است، او را حتما ترجیح، او را که
مولی محمد یعقوب حفظه الله میگن هدفشون این است که قانون اساسی ساخته شود و تمامی ساختار نظام و نظامداری باید تشریح داده شود. او قانون در مقابل شریعت نخواهد بود. بله، چون در یک سال یکی از انتقادهای جدی همی بود، هم در داخل وقتی تحلیلگرام صحبت میکردن و در بیرون هم انتقادات همی بود که پرسش من ای است که بدون افغانستان کدام کشوری را شاهد هستید که قانون اساسی نداشته باشه؟ طبعا در حالاتی بود مثلا بعضی کشورها که انقلابات آمده، تحولات آمده، تا دو سال و سه سال هم قوانین نداشتن، بعدا طرح قوانین طرح ریزی کردن. بر صورت ما هم نیاز به قانون داریم، ولی زمانی باید فراهم شود که آرام باشه و مردم افغانستان جمع باشن، برای قوانین وقت پیدا کنند، صحبت کنند و قانون را باز بسازند و به آن عمل کنند. آقای مجاهد، یک سال از بالا شدن پرچم سفید و پایین شدن پرچم سیرنگ میگذره، انتقادات هنوزم به قوت خود پابرجاست. چه زمانی در این باره تصمیم میگیرین؟ بر صورت فعلا خود تصمیم می است که بیرق داریم، پرچم سفید، پرچم امارت اسلامی افغانستان است و مردم افغانستان زیر زیب پرچم بسیار با یک ابر قدرت مبارزه کردن و پیروز شدن. این پرچم حق داره که باید تجلیل در اهتزاز باشه. و این دو پرچم چه ارزش داره برای شما؟ کدامش دو ارزش خود داره و تفاوت این دو پرچم چی است که شما برای ارزش ها جنگیدین و یکی از او پرچم شماست؟ ببینید، پرچم نمایندگی از یک حالت میکنه. یک افغانستان همیشه در ادوار تاریخ پرچم های مختلفی را داشتن. قبل از این پرچمش سیرنگ ما پرچم های دیگری را هم داشتیم. زمانی که علیه انگلیس افغانستان کامیاب شد و استقلال خود به دست آورد، انتخاب شد همین پرچم باشه. ولی متاسفانه بعضی دوره ها همین پرچم را بسیار سوء استفاده کردن. یعنی این پرچم به دستشان می بود می آمد مردم هم می کشتن. همی پرچم به دستشان می بود بمباردمان می شود از همون طیاره که همی پرچم از سرش رسم بود. همی پرچم بود که مردم یک دفعه در زمان اتحاد شوروی با مردم خود هم به هجرت مجبور کردن، به کشتن دادن، زنده به گور کردن و یک دفعه در دوره 20 سالی آمریکایی مسلط بودن. از پرچم مثلا آمریکایی ها می دانید؟ نه، از آمریکایی ها نیست. در دست همون کسی بود که طرفدار آمریکایی بود، همی پرچم در دستشان بود. اینا مردم خاطره خوب نداره از این خب فکر میکنید بیرق از اوناست یا بیرق مردم؟ نه، بیرق ما گفتم تاریخچه شه که از وقتی بعد از عقص استقلال ساخته شد و مردم افغانستان را برای خود انتخاب کرد، ولی استفاده سو صورت گرفته از این بیرق. بیرقی که 20 سال کسایی که بعد از آمدن شما سو استفاده نمیشه؟ نخواد شد. نه، احترامی که به پرچم دارین، پرچم سفید، پرچم امارت اسلامی، این احترام به این پرچم هم دارید آقای مجاهد؟ ببینید، پرچم ما قبلا گفتم که یک نمونه است، یک حالت را تعبیر میکنه، ترجمانی از یک حالت میکنه. این پرچم پرچم مبارزه و جهاد است، پرچمی است که علیه اشغالگرا و چندین کشور امراش هم مبارزه شد تحت این پرچم. این برای ما ارزش زیاد داره به خاطر که در زیر این پرچم ما مبارزه کردیم و موفق شدیم، مبارزه ما را به پیش بردیم. این به این معنی نیست که پرچم دیگر هم زیر نظر نداشته باشیم، ولی متاسفانه ذهنیت عامه برای تحمل او پرچم برای فعلا و احترام دارین به پرچم؟ مردو پرچم، پرچم محترم است، به پرچم افغانستان بوده و کلمه سرش نوشته است، با احترام. بسیار خوب. عملکرد کمیسیون تماس با شخصیت ها که در یک جوزا کارش آغاز کرد موثر بوده؟ تا به حال بله، شخصیت ها زیاد آمدن به کشور خود برگشتن، از زندگی خود در کشور مستفید میشن، از متملکات خود که دیجا دارن، سرمایه دارن، از واب مستفید میشن و اقلا هم تبلیغات که در بیرون میشنیدن که جای برشان در افغانستان نیست، با مرگ و گرفتاری رو بره میشن، هم تبلیغات غلط ثابت شد و خودشان آرام در اینجا زندگی میکنن. با انتقاداتی هم بود بر کسانی که برگشتن؟ انتقادات خیر، کسایی که هنوز بر نگشتن یا تبلیغات میکنن ها انتقاد خواهد کردن، ولی هیچ افغان هم از این باید انکار نکنه که افغانایی که در بیرون هستن برشان از بیرون که در کشور خودشان مهم است، زندگی در کشور خودشان برشان آبرومندانه است، زمینه فراهم است بیان زندگی. یکی از انتقادات آقای مجاهدی است که چهره هایی که آمدن به دنبال جایداد و پولشان هستن و دوباره رفتن به خارج.
برخی هاشون. به هر صورت ما گفتم قبلا که بیان از متملکات خود استفاده کنن، بدون شک همین کسایی که رفته بودن ملکیتشان اینجا ماندن، جایدادشان اینجا بود، پولشان هست، دوکان و مارکت دارن، سرمایه دارن. توقع ما است که بیان از این سرمایه خود به نفع کشور خود استفاده بکنن. سرمایه زوار کسی نمیگیره، ولی همون سرمایه زوار کار برد و میتونن برن بیرون از کشور. افغان ها هر کس حق دارن به اختیار خود دارن که سفر کنن، اگر بخواین یک وقت بیرون باشن یک وقت داخل میان. این حق از افغان کسی گرفته نمیتونه، ولی ترجیح ما است تشویق میکنیم به خاطر از اینکه بیان در مملکت خود زندگی بکنن، آبرومندانه برشان بهتر است از او که یک کشور بیرون و دیگر باشه. چون انتقادهای مردم به این بود که برخی چهره هایی که برگشتن اونا اتهام های به اونا وارد است و اونا میگن دستشان آلوده است به فساد. نه، ما خب بعد از عفو عمومی که امیرالمومنین حفظه الله اعلان کرد، بعد از اون ما کسی مجرم نمیشناسیم با انواع مختلف که در قبل گذشته. این محاسبه را هم اگر ترک نکنیم و ترازوی از را بگذاریم در دست ما باشه، باز افغانستان بازم آرام نمیبینه. بسیار باز هم یک آرامش ذهنی به مردم نمیاد. من بسیار خوب هستم که از عفو عمومی صحبت کردین. یک سال از عفو عمومی میگذره و چندین بار فرمان صادر شد که رهبر امارت اسلامی سفارش هایی داشت. در رسانه های اجتماعی در یک سال شماری از افراد بدون این که محاکمه شوند تیرباران شدند و شما حتما میدانم که به جدی نگاه میکنین و تعقیب میکنین. چرا برخلاف سفارش بعضی چیزا اتفاق افتاد؟ بله، بخوب یک مملکت بسیار کلان است و صف بسیار کلان است، کنترل هر فرد در هر جای بسیار سخت است و بعض جا که انتقام جویانه عمل شده ما معلومات داریم اصلا شخصی بودن، یعنی از آدرس امارت اسلامی افغانستان نشده، یک شخص بوده، یک شخص کسی از خود از اقارب خود از دست داده، او را نسبت میده به یک قمندان قبلی در صدد انتقام شخصی شده، ولی امارات اسلامی بعد از اون امارات اسلامی نمیتونه جلوش بگیره. نه، جلوش گرفته شده. یعنی همین وقایعی که تعداد شما حساب کنیم بیشتر از 20 نیست. اون گزارشی که سازمان ملل داشت نه غلط از ما، شما در افغانستان زندگی میکنیم، اگر قدر وقایع باشه باید آدرس باشه در کدام جای در کجای تو رخ داده. و از همین وقایعی که تا 20 تا نمیاد، من 17000 ثبت کرده بودم، او را در یاد دارم که عاملینشون گرفتار شدن، در پلی چرخی هستن، قضیهشون در محکمه است، من هستم مجرمین با آنها برخورد میشه، کسی اگر کسی را بکشه یا تهدید بکنه. بعد از عفو کسی دیگر اینجا ما پورا مجرم نمیشناسیم و عفوش صورت گرفته. مردم افغانستان باید با هم بپیوندند، نه یکی از هم متنفر شو. ولی بعضی تصویرهای آقای مجاهد در همین جریان در بیرون درس کرد که مثلا بعضی افراد مثلا چند تا اعضای نیروهای امارت اسلامی میارن در یک جای، او را میخوابانن، لطکوپش میکنن. فکر نمیکنید این یک تبلیغ بد بر ضد شما باشه؟ بله، یه عمل شاید شده باشه به خاطر از اینکه تبلیغ بسازن، چون در رسانه ها آمده در امیر ما دیدیم و تعقیب شده، عاملین آنها پیدا شدن، قضیه ها پیدا شده، زیر تعقیب قرار گرفته، به محاکم معول شده. امیر ما پیگیری میکنیم، پالیسی امارت اسلامی افغانستان نیست. یک موضوع دیگه که برای پوشش رویدادها یک نگرانی وجود داره که ما چندین بار همین موضوع را داشتیم که خبرنگار وقتی در ساحه میره یا مثلا در پوشش یک اعتراض میره چرا برخورد درست نمیشه و برخورد حتی لطکوب میشه؟ بله، دو قسم مشکلات ما داریم. اولی که گاهی اعتراضات غیر قانونی میشه. بله، به این معناست که اگر در تمام دنیا تظاهرات و ابراز نظر برای خود قوانین داره، بدون قانون اگر شما در نیویورک هم بیرون از خانه شوید تظاهرات کنید کسی اجازه نمیده. در اروپا هم کسی اجازه نمیده، مو که تظاهرات را کسل میدانن. در افغانستان باید طبق قانون باشه، اگر وزارت عدلیه در جریان گذاشته شده باشه، استخبارات در جریان باشه، هدف تظاهرات معلوم باشه، شعار معلوم باشه، وقت آغاز و پایان تظاهرات معلوم باشه که قانونی است، ما باز مشکلی نداریم. مثلا ولی اگر هیچ ارگان آگاهی نداره، یک کس میبره روی سرک در دور دیر میمانه، آشوب میمانه، خب اجازه نده، حکومت وظیفه داره نظم عام را حفظ کنه. اعتراض هایی که زنان انجام دادن، این اعتراض ها نادرست بود؟ غیر قانونی بود، یعنی هیچ ارگان قانونی آگاهی نداشتن که اعتراض بکنن. ما قبلا گفتم اعتراض حق مردم هست، ولی باید ارگان های مربوط را در جریان بگذارن. قوانین وجود داره، باید قانون تظاهرات را عملی کنن، باز اعتراضات بکنن، ولی بدون قانون خوب آشوب است، او را اجازه باید ندیم. ولی برخی زنا اعتراض کردن،
شعار به دستشان بود که نان، کار، آزادی. و اونا میگن که ما برخورد درست با ما نشد، لتوکوب شدیم. چرا؟ ما باز میگم که اعتراض باید قانونی باشه. اگر غیر قانونی باشه در آمریکا هم اعتراض معترضین شما شاید چنده به کشته میشن. و شما اجازه میتین زنا مثلا در وزارت عدلیه مراجعه بکنن و بعد میتونن اعتراض کنن؟ اگر اعتراض مشروع باشه 100% چرا نه؟ اعتراض مشروع یعنی چی مثلا؟ توضیح به این معنی است که خواستشان معلوم باشه، اجنده اعتراض معلوم باشه، یک دست در بیرون نباشه که وارا اشاره کنن یا فرمان بتن، در داخل باشه، روی مشکلاتی که ما داریم سرازی باشه، انتقاد بکنن. و اعتراض هایی که در داخل شد دست بیرونی ها بود؟ طبعا کیا؟ میتونین نام بگیم؟ بعضی کشورها در بیرون هستن که اعتراضات رهبری میکردن، یا بعضی حلقات یا بعضی عناصر بودن که از اینجا فرار کرده بودن، در دشمنی هم سابقه داشتن با ما و وضعیت نانورمال و غیر با امن نشان میدادن، آشوب را برقرار میساختن، شعارهای نادرست را به دست یک کس میدادن که بتن سوء استفاده را میکردن از افراد، خصوصا از خانما. این ما آگاهی داشتیم. بله. و پس از این گونه اعتراض ها جای ندارن؟ نه، در هیچ کشور هم جای ندارد. اگر شما هر کشور رو نام ببرین و اعتراضات شود به سر خود مردم بیرون شود روی جاده، یه کسی جازه نمید. و کنفرانس های مطبوعاتی میتونن بگیرن؟ کنفرانس ها اتاوال را گرفتن، در کدام جای اعتراضات اگر شده ما شنیده ایم، شاید کنفرانس ها بودیم، ولی روی جاده ها بیرون شدن و امنیت عامه را مختل کردن بدون قانون و بدون آمادگی حکومت درست نیست. بسیار خوب. آقای مجاهد، سیاست شما در برابر دنیا چی است؟ سیاست امارت اسلامی افغانستان با دنیا ای است که ما با تمام کشورها تعامل مشروع و استوار به احترام متقابل می خواهیم. این حق ما هم است. استقلال ما را باید کسی به کم نبینه و صدمه نرسانه. بعد از اینکه ما را به کشور مستقل میشناسن، تعاملشان باید با ما رسمی و در چارچوب ادبیات دنیا باشه، ادبیات سیاسی باشه، با ما تعامل مشروع بکنن. ما 100% با تمام دنیا میخواهیم تعامل خوب داشته باشیم، با هیچ کشور نمیخواهیم روابط تیره داشته باشیم. به نفع ما هم نیست، به نفع ما است که با تمام کشورها روابط خوب، پر اعتماد و دیپلماتیک قوی داشته باشه. بسیار زیاد تشکر آقای مجاهد. بحث خود را ادامه میتیم و حال هم وقفه میگیریم، دوباره برمیگردیم. میان برنامه کوتاه. با گفتگوی ویژه ما با ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، دوباره خوش آمدید. آقای مجاهد، چرا دنیا از سیاست های شما آزرده است؟ اما در ابتدای صحبت های خودم گفتم بعض از کشورها از افغانستان در حالت فرار رفتن، در حالتی که آنها جا آسیب دیدن، هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ معنوی. آنها عقده خود را دارن، کینه‌توزی خود را خاط کردن تا یک وقت. از این وجه است که بعضی کشورهای دیگر هم نمیمانند یا اعمال فشار میکنن که با ما تعامل درست نشه. ورنه افغانستان حال در حالتی است که با تمام همسایه‌های خود روابط خوب داره، با جهان هم در حالتی است که روابط خوب ایجاد بکنه، با کشورهای منطقه روابط خوب داریم. ما هیچ علتی را نمیبینم که دنیا با ما باید به اساس همو علت روابط تیره داشته باشه. به نفع ما هم نیست. ولی متاسفانه بعضی کشورها روی همو عقده گشایی خود که دارن بعضی از تصامیم نادرست میگیرن و اعمال فشار میکنن، پیشرفت‌ها را در افغانستان نمیتونن ببینن، مزاحمت ایجاد. اما آقای مجاهد، شما چرا موضوعاتی را که دنیا میگه طالبان تعهد کردن که باید کرده بودن باید عملی شود را مداخله در امور افغانستان میخوانید؟ مثلا کدام چیزی را؟ مثلا چیزایی که در دوحه تعهد کردین، بحث حقوق زنها را مطرح میکنن، بحث حکومت همشمول را مطرح میکنن و مسائل دیگر. اینکه مثلا بحث افغانستان، از خاک افغانستان هیچ کسی، هیچ کشوری تهدید نشد. پیمان دوحه یا قرارداد دوحه رسانه‌ای شده. شما ببینید در اونجا بسیار واضح نوشته است که از افغانستان اجازه داده نمیشه که علیه آمریکا و متحدین آمریکا استفاده صورت گیره از خاک افغانستان. این تعال را نشده، این کار هیچ نقد صورت نگرفته این صورت. یک دوم گفته شده در اونجا که نیروهای بیرونی از افغانستان بیرون میشن یا هم عملی شد. این دو بودی بود که با خارجا ارتباط داشت. دو بودی دوم که با افغان ارتباط داشتی بود که
مذاکرات بین لوانی آغاز میشه و به نتیجه میرسه. در اوجا باز شرط هایم داشتن که لیست های سیاه از بین میره، زندانی ها خلاص میشن، مذاکرات پیش میره، در نتیجه ما صاحب یک حکومت میشه. ولی شما دیدین که در اون زمان که اداره کابل در اینجا حاکم بود، در صد رای همی بند دومی قرارداد دوحه شدن، مذاکرات را نگذاشتن که آغاز شود، مزاحمت ها ایجاد شد، لیست های سیاه تا به حال ایجاد. آمریکا مقصر است که نگذاشت مذاکره آغاز شود؟ آمریکا، یعنی من گفتم که قرارداد دو بخش داشت، یکی بین افغانستان و آمریکا بود، درست. یکی بین افغان ها بود، یک بخش او بخشی که با آمریکا ارتباط داشت او حل شد، یعنی نیروهای آمریکایی بیرون شدند و ما هم افغانستان اجازه ندادیم علیه آمریکا استفاده صورت بگیره. ولی دو بود دیگری که ناکام شد و علتی بود که او جاده یک طرفه نبود، بسیار خوب جاده دو طرفه بود، باید ما دو طرفه پیش میرفتیم که نشد. ما اقدام نظامی کردیم روی مجبوریت و حالت تغییر خورد. دومی که دنیا در چیزی ما را میتونه ملامت کنه که ما با آنها صریحا وعده کرده باشیم. عالم وعده داریم که به مردم خود خدمت میکنیم، عفو عمومی صورت گرفت، افغانها تحمل شد، افغانهایی که در رکاب اشغال بودند آنها تحمل شدند. یک بسیار گام های مثبت و خوبی است به خاطر بهبود افغانستان. حکومت ساخته شده، تمام اقوام در حکومت سهیم هستند. نباید آنها شرط هایی را بگذارند که کار مردم افغانستان است، او را خارجی ها بکنند. حالا بحث امین که شما گفتین که نشد مذاکرات آغاز شود، مذاکرات بین الافغانی، آیا روزی مذاکرات بین الافغانی آغاز میشه؟ شما علاقمند هستید؟ وقتش خواهد تیر شد. ما همه گفتیم که قبل از اقدامات نظامی، قبل از اینکه ما میایم شهرها را به زور نظامی بگیریم، باید مذاکراتی کار را میکرد. روی تفاهمات همی کار میشد. از آل کده به مراتب بهتر میبود. آرامتر هرچی تغییر فکر نمی کنید پیمان دوحه را زیر سوال میبره این موضوع؟ نه، زیر سوال نرفت. خب طبعا آنها نتونستن عملی بکنن بخش دومه و ما هم مجبور به زیر شد که باید اختتام جنگ صورت بگیره، جنگ دیگر به پایان برسه. اقدامات نظامی پس در نزد شما به تاریخ پیوسته بحث مذاکرات بین الافغانی؟ بله بله، حالا وقتش دیر شده، باید قبلا میشد. درست، توافقنامه دوحه برای شما پیروزی داد و حالا فکر نمی کنید که به یک جنجال کلان مبدل شده میان شما و امریکا؟ نه، در پیمان دوحه اگر هر کسی داوری بکنه میتونه که ببینه که افغانها، یعنی افغانستان، جهت افغانستان او را عملی ساخته. اینا بودی که با امریکایی ها ربط داره باید او عملی شوه. همه که بعضی وقتها از طرف امریکایی ها فضای ما نقض میشه، نقض است، نقض پیمان دوحه است و همچنان بعضی اقدامات تعزیرات، مثلا گاهی وقت او را به درازا میکشن، تعزیرات رفع نشده یا با بانک های ما مشکل ایجاد کردن، سرمایه افغانستان را منجمع کردن، این همه چیزهایی است که خلاف توافقات دوحه است. امریکا هنوز هم بحث مبارزه با تروریسم مطرح میکنه. مثلا آقای جو بایدن در روزهای اخیر گفته بدون حضور سربازانشان گروه های تروریستی را در افغانستان تعقیب میکنن، هدف قرار میدیم. گفتن مثلا ظواهری مثالش است. این بخش در پیمان دوحه حل شده، یعنی امارات اسلامی افغانستان وظیفه داره که نگذره خاک افغانستان علیه کسی. ولی هر دو طرف یک دیگر را متهم به نقض توافقنامه دوحه میکنند. این مشکل معقولی است که نمیکنند، این مشکل جدی است. از خاک افغانستان تا به حال علیه آمریکا و متحدین آنها هیچ اقدامی صورت نگرفت. شما هم شاهد هستین، دنیا هم شاهد است. این خودش عملی شده نمی توافقنامه از طرف امارات اسلامی است. بله، باید دیر مطمئن شوند و حرفایی که در اخیر ما میشنویم نادرست است، مداخله شمرده میشه و خلاف وعده هایی است که در وعده پیمان دوحه صورت گرفته. چه باید شوه؟ بهتری است که آمریکا باید از اعمال فشار دست بکشه. اعمال فشار 20 سال قبل هم نتیجه نداد، از این به بعد هم نتیجه نداد. بهتر است که بگذارن مردم افغانستان من حیث یک ملت مستقل عمل کنن. با ما تمام مسائل را شریک بسازن که بین دو کشور شریک ساخته میشه. یعنی امنیت آمریکا از اگر افغانستان صدمه میبینه، این معقول است که با ما شریک بسازن. موارد رو نشان بدن که ما او رو نگذاریم که همچین چیز شد. ولی در امور داخلی افغانستان باید مداخله نداشته باشد. ما و این چیز در زمایم توافقنامه دوحه نیست که آمریکا چنین اجازه ای را دارد در داخل خاک افغانستان. هرگز 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 نه. ما هیچ وقت با او توافق و این جرأت را نکرده ایم. فکر آمریکا مداخله بتیم در حق درست. در کار داخلی ما یا در مسائل داخلی ما یا در خاک افغانستان هیچ گونه مداخله را آنها حق ندارن و تعهد سپردن که آنها مداخله در مسائل افغانستان نمی کنند و برعکس می گذارند که بین افغانستان و آمریکا روابط
آستا آستا پس خوب و حسن شود. پس چطور آمریکا جرأت میکنه این کار رو بکنه؟ خب آقای بلینکن میگه که توافقنامه دوحه نقض شده با بحث ظواهری. نشدنی، صد فیصد نشده. ظواهری تاوار بحث است که زیر تحقیق جریان داره، تاوار در حد ادعا است، ولی اگر فرض کنیم که او هست، از خاک افغانستان علیه کدام کشور استفاده نتانسته. ایره باید مطمئن باشن. ولی نقض ایجا صورت گفته اگر همچون موارد رخ میداد، آمریکا باید با ما من حیث یک حکومت موضوع را شریک میکرد، از مجرای قانونی عمل میکرد. و شما را چون آقای خلیلزاد میگه که ما با طالبا به عنوان یک گروه توافق کردیم، نه به عنوان یک دولت. توار را باید این موضوع حل شود، بخاطر که حال ما گروه نیستیم، یک نظام هستیم و در افغانستان حکومت داریم و مردم افغانستان در کنار ما هستن. نباید حالیم به دیده کم نگریسته شود این موضوع. دیروز در میدان جنگ بودین، میتونستین فشار بیارین برای آمریکا. امروز در برابر آمریکا گزینه های فشار چی است در صورتی که این گونه حرکت هایش ادامه بده؟ طبعا ما هم راه های حلی پیدا خواهد کردیم. یعنی افغانستان بعد از او که ادامه کنه، حفظ استقلال خود بکنه، حفظ حریم فضایی خود بکنه، شاید راه های حلی ما هم داشته باشیم. ولی آمریکا بهتر از به نفعش است که از راه های دیپلماتیک موضوعات را ببینه، نه از مجرای مداخله گرانه، نه از راهی که مناسب نیست و نتیجه نداده، نه از راهی که اعمال فشار شمرده میشه و اصلا خانش نداره به اینکه مردم افغانستان به او تن بده. خوب است از راه سیاسی و از راه تفاهم با هم پیش بریم. آقای مجاهد، دفتر دوحه هنوز هم فعال است، برای چی است؟ دفتر دوحه من هست یک آدرس هنوز هم هست. شما میدونید که هنوز هم موضوع رسمت شناختن هنوز باقی مانده، یک مجرای خوب است به خاطر ایجاد تماس با کشورها، به خصوص آمریکا و اروپا. با کشورهایی که هنوز در افغانستان نمایندگی ندارن، با آنها یک مجرای تماس است. و با آمریکایی ها صحبت میکردین در همین مدت یک سال، روی چی چیز صحبت شده؟ یعنی این صحبت ها برای چی است؟ برای رسمیت شناختن است؟ روی موضوعات دیگه است که بحث این که اونا میگن که باید تعهدات عملی شود، روی چی است؟ بله، با مسائل مختلفی که ما مواجه می شدیم با آمریکایی ها صحبت کرده ایم در دوحه. روی ازی بوده که توافقنامه چه قسم عملی شود، روی ازی بوده که مسائل اقتصادی که پیش آمد، محدودیت ها بر بانک ها وضع شد، باید این رفع شود. روی ازی است که سرمایه مردم افغانستان منجمد شد، باید نشود و گذاشته شود پس انتقال یا پیدا کنه، و مسائل دیگری هم زیر بحث گرفته شده همیشه. و یک روزانه و مجرای خوب است که اگر تقویت داده شود، شاید راه تفاهم را بیشتر بساز. چرا دروازه تعامل باز نشد آقای مجاهد؟ من گفتم که تعامل خودش را لفظ تعامل به معنی ازی است که جهت دو جهت است، دو طرف دار عمل با هم دیگر. اینا دو طرف اگر با هم هر دو تعامل نخواهند، از یک طرف تعامل صورت نمیگیره. ما آماده تعامل بودیم، ما آماده گفتگو هستیم، ما آماده عزیزی بودیم که باید یک پیشرفت در بخش دیپلماتیک و اقتصاد داشته باشیم، با دنیا و تمام کشورها صفحه نو را باز کنیم. متاسفانه که آمریکا تا بالا نخواست. اما دنیا پیش شرط های گذاشته، اونا چه میشه؟ یعنی شما انعطاف نشان نمیدید؟ پیش شرط ها دو قسم است. یکی پیش شرط است که او معقول باشه، منطقی باشه، قانونی باشه. بله. یکی پیش شرط های است که او به معنای مداخله است. بله. کدام پیش شرط های جهان معقول است؟ تا به حال ما نمی بینیم که پیشنهادات درست و معقول را کرده باشیم. بازم اگر مسائل عمومی اونا تشویش دارن، او را میتونن با ما مطرح بسازن و ما جواب خود را بدیم. بله. ولی مواردی را که معقول نیستی است که کار را که باید مردم افغانستان بکنن، خواست را که مردم افغانستان باید داشته باشن، آنها میکنن. این مداخله است. این که نظام در افغانستان چی نوا باشه، چه قسم تشکیلاتش باشه، کی در او باشه، کی نباشه، این موضوع مردم افغانستان است. کی ما اقدام کردیم که در امور کشورهای دیگر مداخله بکنیم که کی باشه، کی نباشه. و برای شما خط سرخ است این موضوع و این خط سرخ است، تغییر نمیکنه. مداخله را ما نمیپذیریم. این مداخله است. مثلا حکومت هم مشمول مطرح میکنه، مثلا حقوق بشر مطرح میکنه. حقوق بشر مراعات است، موارد نقض بگویند. اما هر روز اونا گزارش دارن آقای مجاهد. گزارش دارن ولی سند ندارن. مثلا بحث مکاتب که بر اساس گزارشی که بر اساس افواهات و پروپاگاند ساخته میشه،
بحث مکتب ما هم این کار نکرده ایم، بحثی است که باید در اینجا هم زیر بحث است. ما خودمون تلاش میوردیم، ارگان هایی که وظیفه دارن سر ازی کار میکنن که این مورد حل شود. این خب ما این کار نداریم. حقوق بشر همونطور. روی از اون میاییم مخواهی مجاید، بحث حضور زنان در ساختار سیاسی چی؟ این هم یک وقت میخواهد، وقت میخواهد زمینه سازی شود، باز برشان در ساختار بیشتر جا داده شود. در حکومت داری خالم حضور زنان هست، میبینیم در وزارت های مختلف حضور دارن، فعالیت دارن، در ارگان هایی که نیاز از فعالیت دارن. بخشش که هنوز ناآمدن به صحنه هم معاشاتشان در خانهشان پرداخته میشه، یعنی یک تعامل خوب با آنها وجود داره. پس شما میگین که بریم به طرف آیسته بله. بیشتر میشه، طبعا زمینه ساخته میشه برشان. آیا روزی کدام زنی در کابینه امارت اسلامی گماشته خواهد شد؟ ما پیش بینی نمیتونم حاله، ولی تمام حقوق خانم ها باید داده شود، حقوقشان باید مطرح باشه. خانم مثلا در دیگه کشورها صدر اعظم است، مثلا در موقف بلند بیشتر کشورها باز نیست. خب روی در همین روی کشور پاکستان بود، فرهنگ خود پاکستان برای ما الگو نیست. در کشورها فرهنگ های مختلف وجود داره، همچنان حکم شریعت وجود داره. چیزی که شریعت اسلامی میپذیره ما میپذیریم، ولی خواستای خلاف شریعت را خب ما معذرت به خاطر میخوایم که ما به خاطر از این قوانین شرعی مبارزه بسیار طولانی را کردیم، بسیار قیمت پرداختیم. نباید چیزای خواسته شد که خلاف شرعی باشه. بله، پس تعریف شما از حکومت مشارکتی چی است؟ تعریف ما واقعیت هم همی است که حکومت مشارکتی او است که مردم افغانستان در حکومت و نظام باشند، خود را ببینند و همچنان حکومت واحد و مرکزی باشه و قوی که به ثباتی ها را کنترل بتانه. برای فعلی به نفع افغانستان هم است و همخوانی با منافع ملی هم داره. اگر خدای نکرده کدام تعامل سیاسی با وجود بیا، پس امنیت به هم بزنه، ساختار به هم بزنه، وحدت مردم افغانستان صدمه بزنه، باز معنای نداره. ما تلاش میکنیم که اول ثبات دوامدار شه، بعد از تمام اقدامات که ما نیت داریم یا در فکر ما هست صورت میگیره و ممکن میشه. آقای مجاهد، یک پرسش شخصی دارم از شما. دختر دارین؟ بله. درس میخوانم؟ بله. و مکتب؟ در مدرسه. چرا به مکتب؟ انتخاب است. دوست دارین که به مکتب بخوانم؟ چرا مدرسه سوالا خوانده در ساعتی که ما بودیم؟ درست، هم مدرسه رو بخوانه هم مکتب. اگر ایجاد شد ما همچین کار نمیکنم. و اگر در مکاتب باز است میتونه بره درس بخونه؟ مگر زمینه برشون فراهم شد باز مشکل ایجاد نمیشه، چون امنیتشون بسیار مهم است، امنیت خانواده هم مهم است. و در کابل هستن؟ بله در کابل است. و دوست دارین در آینده مثلا وقتی کلان شد به این مملکت خدمت کنه، کمک کنه به من؟ در راستایی که وظیفه دارن و مکلفیتشون هست بله. من یک تصویر نشان میتونم آقای مجاهد، چون روزی که قرار بود شما خودتان چندین بار وعده داده بودین که مکاتب باز میشه، ولی متاسفانه تا امر ثانی که رفت تا همین لحظه. این اولین تصویری است که این تصویر شما دیدین، چه حسی داشتین؟ میشه بیان بکنین؟ بله، حس خوبی نداشت برای ما. باید آنها و تصامیم و مشکلاتی که بود قبل حل میشد، باز برای اینا گفته میشد که بیاین به مکاتبشان، ولی حس کردیم که گام خوب نبوده، ولی مجبوریت بود، باید صبر کنیم، تحمل کنیم تا به او حدی برسیم که خواهرای ما میان به درس، مطمئن میان، آرام میان، حفظ عزتشان هست، باید درس بخونن. ولی یک سال اینا از مکتب محروم ماندن، فکر میکنید جبران کرده میشه؟ کوشش شو باید که جبران شود. ما وقتهای قبل هم در جنگ ها هم بسیاری، یعنی 70% خاک مردم افغانستان، خاک افغانستان هست، تعلیم 20 سال محروم بود، تنها یک سال نه. یعنی تنها باید ما شما فکر نکنیم گاهی که مکتب موضوع مکتب و بشر و انسان و حقوق می او را در کابل خلاصه نکنیم، تمام افغانستان نیاز داره. این حال 20 سال اگر در افغانستان بمباردمان دوام میکنه و 70% مردم از تعلیم محروم است، او وقت از چطور ما تصور میکنم؟ آیا خواهزیت خوبی بود؟ نه، یک چیزی بود که بالای ما تحمیل شده بود، یک چیزی بود که ما نمیخواستیم چیزی شود. اما تا جایی که امکانات میبود ادامه میدادن، فکر نمیکنید امروز وضعیت بهتر بود؟ کسر امکانات آمد، ما هم تلاش میکنیم که امکانات ایجاد شود،
پس خواهرای ما برن به درس خواندن. شما گفتید که اگر باز شدن مکاتب به دست من بود فردا باز میکردم. به دست کی است آقای مجاهد؟ طبعا او به دست نظام است در کل، رهبر امارت اسلامی. ما قبلا هم گفتم که یک کس نمیتونه تصمیم گیره، شورا داره، مشورت داره. چون همه مخالف نیستن در درون نظام. طبعا نظریات مختلف در موارد مختلف میه، اختلافات نظر اصل است در جامعه انسانی. یک خانه هم همه با یک مورد تمامشان متفق نمی باشن، اختلافات داشته می باشن. طبعا باید حل شه موضوعاتی که هست. نظریات متفاوت باید احترام گذاشته شه و یک راه حل بیرون شه. گرچه شما آمارهایی که از بیرون داده میشه زیاد اونها را اکثرا رد میکنین، سازمان ملل گفت که 700 هزار شغل در افغانستان پس از روی کار آمدن طالبا از دست رفته، درست است؟ و علت خود داره. شغلی که مرتبط به مسائل اقتصادی و تجارت بود تا حد زیاد صدمه دیده، بله، ولی علتش هم کسایی هستند که متصدی همی سازمان هستند، بانک های افغانستان. یعنی سازمان ملل از خودش انتقاد بکنه نه از طالبان؟ بله، از اون کسایی که سازمان ملل مدیریت میکنه از آنها انتقاد بکنه، چون سرمایه مردم افغانستان منجمد ساختن، در بانک ها قیودات را وضع کردن، تجارت افغانستان در عقص خرید و فروش خود با مشکلات مواجه شدن. طبعا یک کارخانه هم صدمه دید، تجارت هم صدمه دید، که حالی پس در حالت احیای آنها هستیم. ای که مردم کسب خود از دست داد یا شغل از دست رفت، علتش کاملا اقدامات اشغالگران بود که بعد از ختم اشغال کردن. و اینکه امروز ها و در هم یک سال جوانان به دلیل مشکلات اقتصادی و مجبور شدن وطن ترک کنن، میرن به خاطر پیدا کردن لقمنانی به کشورهای همسایه، این نتیجه کار سازمان ملل هست یا اینکه شما میتونستین کاری بکنین در یک سال؟ ما خب شما دیدین اول کار بزرگی که ما کردیم خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان که کار بسیار بزرگ بود، یعنی یک دستاورد کلان. دوم در تعقیب آن ایجاد یک امنیت سرتاسری در افغانستان، این بسیار مهم بود و حال هم مصروف از این هستیم. بعدن کارا و اقدامات اقتصادی از زیربنا گرفته شده، نبوده که ما فابریکای خود داشتیم مال استاپ شده، ای تو نیست. اصلا ما کدام بنیاد درست نداشتیم در اینجا، کدام برنامه اساسی ریخته نشده بود که از اساس از او افغانستان پیشرفت بکنه و یا شغل باقی بانه. تمام چیز موقتی بودن، خارجی ها که رفتن زندگی صدمه دید. ولی میگن سیستم در اینجا بود، انتقادها همی است که مثلا امارت اسلامی از این سیستم استفاده نکرد در یک سال. نه، تمام سیستم به کار گرفته شده. در بخش امنیتی اگر سیستم هایی داشتم استفاده شده، در بخش برق هنوز پیشرفت صورت گرفته، کوشش میشه که پروژه های بزرگی که در حالت آغاز بود برشان زمینه سازی شد و آغاز شد و همچنان گام های خرد ریزه برداشته شده، بنادر کشور خلاص نگرداشته شده، بازار تا حد زیاد کنترل شده. تلاش می‌ورزیم که در عقصه اقتصاد هم زمینه زیاد شد، ولی باز هم کشور جنگ زده هستیم، هر چیز زودتر نمیشه. یک پرسش تاریخی آقای مجاهد وجود داره که مطرح میشه در همین 20 سال از نشست بن. در بن امارت اسلامی از صحنه بیرون ماند و این باعث شد که بعد از 20 سال قدرت را به دست بگیره و میگن شما همین اشتباه را همین لحظه تکرار میکنین، پاسختان چی است؟ نه، ما با اون موافق نیستم که در بن امارت اسلامی بیرون ماند و اگر نمیماند وضعیت چنین نمیشد. امارت اسلامی افغانستان در بن شرکت نمیکرد. اگر آنها میخواستم ما در حالتی که در کشور ما آمریکایی باشه، تانک و توپ آمریکایی در افغانستان قابض باشه، ما در بن شرکت نمیکردیم، ما در کومی بودیم مبارزه میکردیم. خواستم کسی میکنه، کسی که از شناسایی ما درستتر آگاهی ندارن. یعنی ما که خیستیم و مبارزه را آغاز کردیم به خاطر از این نبود که ما در بن نبودیم، به خاطر از این بود که خاک ما اشغال شد. تا زمانی که اشغال در افغانستان بوده آرامش درست نبود، باید ما مبارزه نکردیم. و میگن که عمدن امارت اسلامی را از بن بیرون کردن و شما ایره نمیپذیرین. یعنی اگر آنها دعوت آمیدن، اینا را تفسیر همین است که عمدن بیرون شدن. اگر آنها این کار نمی کردن، هم به دعوت ها می دادن از امارت اسلامی که بیان در شرکت کنن، ما شرکت نمی کردیم، چون بن رای حل نبود. در حالتی که کشور ما اشغال باشه ما بریم در بن حکومت بسازیم، این معقول نیست، این از لحاظ تاریخی برای ما قابل پذیرش نبود و این اقدام بود که خلاف اصول و پرنسیپ های یک ملتی بود که آزادمنش است و آزادی را دوست داره. در قسمت مخالفانتان
چند سوال دارم آقای مجاهد، بعد از اون مصاحبه خود اختتام میبخشیم. با وجودی که امارت اسلامی ادعایی که از سوی جبهه مقاومت میشه را رد میکنه، ولی صداهای مخالف از سوی رهبری این جبهه وجود داره، آیا این موضوع میان شما و جبهه مقاومت تنها از طریق فشار و جنگ حل خواهد شد؟ پس از این چون شما مذاکره کردین، ما کدام جبهه را نمیبینیم؟ یکی جبهه در فیسبوک و در توییتر است، یکی جبهه در روی زمین. در روی زمین هم ما کدام مشکل را نمیبینیم. البته کدام اختطاف اگر میشه، کدام گلدان اگر کسی انفجار میکنه، کدام وحشت در کدام قریه دوردست رخ میده، جنایت است. هر کس اگر میکنه ما تعقیب میکنیم و نیروهای امنیتی وظیفه دارن که تعقیب شوه و موضوع حل شوه. دیگری که کسایی که خود ما جبهه مقاومتی وجود نداره آقای مجاهد، ما عملا نمیبینیم، به حضورشان در افغانستان نیست. یکی میرن در کدام جای جلسه آنلاین میسازن، خود را باز ظاهر میکنن در سکرین ها، از آنها پرسیده شون آنها که در سر کرسی بودن چی کردن با این ملت که آل بیاین با آنها ما تعامل کنیم و پس بیاین در افغانستان قابل شون خیر آنها به مردم خواهد رسید. ولی برای شما کدامشان امتحان داده در آقای مجاهد؟ ولی برای شما پیام دارن، مثلا رهبران سنتی مخالف شما سه گزینه در منشورشان پیشنهاد کردن. در رمی یک سالگی امارت اسلامی اونا یک جلسه داشتن، گفتن که سه تا گزینه: یک، حکومت فراگیر انتقالی، سپس نظام و دولت منتخب، و در صورت عدم تمکین از استادگی ملی سخن زدن. پاسختان چی است به اینا؟ پاسخ ما این است که آنها کسایی مطرح نبودن، این حرفای شخصی خودشان بود، به خاطر ازی بود که خودشان پس 20 سال در افغانستان حضور داشتن. بله، خودشان حضور تنهای خود داشتن، ملت همراهشان نبود. اگر ملت همراهشان می بود، زمانی که فرار میکردن باید فرار نمیکردن، می بودن در اینجا استادگی میکردن، مثل که لاف میزدن که مردم با ما است، ما همینجا هستیم، مبارزه میکنیم. چرا نتونستن 20 روز، 10 روز نتونستن مبارزه کنن؟ ما در 9 روز ولایت ها را گرفتیم، در 10 روز تمام جنگ دامه که پیدا کرد، یک روز کدام ولایت سقوط نکرده و دیگه هر روز یک و دو و سه ولایت سقوط کردن. در این حالت که یاد اینجا بودن، لشکر هم همراهشان بود، امکانات هم آنها اشخاص مردمی نبودن، شخصیت های بودن که کاملا منفور شده در جامعه بودن. فکر میکنید سرنوشت اینا ندارن، بازم ندارن. سرنوشت اینا چی خواهد شد آقای مجاهد؟ سرنوشت اون همی است که یا تا همونجوری که خودشان میخواد بیرون تا لحظه مرگ خود ماندن، اگر میان در افغانستان زمینه برش فراهم است، من حیث افراد و کسی محترم بیان زندگی کنن. و اونا میگن که مرا من حیث وزیر نه، من حیث وزیر نه، من حیث درست، یعنی هیچ جای پای در حکومت شما در نظام نخواهد داشت و بیان بیش و در آینده هم چنین چیزی اتفاق نخواهد. بله، چون اون امتحان خود دادن، مردم از آنها خاطره خوب ندارن و نمیخوان مردم آنها را. آقای مجاهد، آیا سال پیش رو امارت اسلامی به بزرگترین آرزو و خواسته خود که به رسمیت شناخته شدن است خواهد رسید؟ تلاش امارت اسلامی افغانستان بسیار در مسائل اقتصادی است. سال ما میفهمیم که موضوع رسمیت شناختن یک موضوع سیاسی است. آمریکا که با ما در جنگ درگیر بوده و جنگ کرده و که نتوزی های خود در نظام ادامه میده، شاید بعضی مشکلات در رسمیت شناختن ما داشته باشیم، ولی چیزی که برای مردم افغانستان مهم است، باید در بخش کار اشتغال مردم و همچنان تحول در وضعیت اقتصادی مردم کار بکنه. هدف اساسی ما وضعیت اقتصادی بهبود ساختن وضعیت اقتصادی است. ما در تلاش هستیم، سفرهای خودم به می متمرکز می سازیم و نیرو و انرژی خودم در این مصرف می کنم که از زیربناهای افغانستان استفاده صورت بگیره و همچنان معادن افغانستان استخراج شود و راه های حل پیدا شود که اقتصاد ما بهبود پیدا بکنه. من شعار آقای غنی یادم آمد، آقای مجاهد یک زمانی پیش از کارزارهای انتخاباتی شعار می داد که به دسترخان مردم تغییر میاریم. شما چی؟ ما او تو وعده خو نمیتیم، چون او وعده هم درست نبود قبل از وقت است، ولی ما تلاش نهایی خود میکنیم. این هست یک نظام و حکومت مکلفیت شرعی و دینی داریم، مکلفیت مردمی هم داریم که وضعیت مردم بهبود پیدا بکنه، وضعیت اقتصادشان خوب شود. در این راستا ما تلاش میکنیم. در ظرف یک سال گام های خوبی برداشته شده در این راستا. گرچند شاید با پیشبینی موافق نباشین، یک سال پیش رو چطور خواهد بود؟ بله، سال آینده را هم ما خوشبین هستیم که انشالله پیشرفت‌های خواهد داشتیم، به خصوص در عرصه های اقتصاد خواهد تانستیم که وضعیتی که مشکلات دارن از بورا مهار کنیم تا حد زندگی مردم بهبود پیدا بکنه. و بعض از حوادث هم پیش آمد، مثلا سیلاب ها، مثلا خوش سالی ها، مثلا بعضی رویدادهای دیگر که اقتصاد کشور هنوز هم صدمه زد، ولی نظام این حیث یک حکومت وظیفه داره که رسیدگی بکنه به تمام نیازمندی مردم.
موفق باشید آقای مجاهد. بسیار زیاد تشکر از حضورتان در برنامه ما. سلامت. و همین ترتیب رسیدیم به پایان گفتگوی ویژه امشب ما. از شما هم سپاسگزارم. شبتان بخیر.